دوستی گلم سلام، وقت بخیر. ایرانیم، مدرس فیزیک کنکور، طراح آزمون آزمایشی قلمچی و تحلیلگر آزمون های مختلف کشوری در درس فیزیک در خدمتتون هستم. طبق قولی که داده بودم با تحلیل آزمون قلمچی 20 خرداد 12 ریاضی. بچا من می‌خواستم زودتر اینو بذارم، یه بار ضبط کردم دیدم ضبط نشده، یعنی مثلا یک ساعت ضبط کردم، آخر سر فهمیدم که مشکل داشت ضبط ما و به خاطر همین دیرتر فایل رو قرار دادم. باید زودتر قرار میدادم روز گذشته، ولی خب متاسفانه مشکلش این بود. همین اول بگم سطح سوالات استاندارد کنکور، شاید یه کوچولو کمتر از کنکور توی این آزمون. بچه های تجربی هم میتونن استفاده کنن. من سوالاتم سطحشون رو کامل بررسی میکنم، میگم که چجوری بوده و چه دانش آموزی باید میزده سوالو. بریم سوال سراغ سوالات. سوال 151، نمودار مکان زمان متحرکی با شتاب ثابت داریم مطابق شکل زیره. تندی متوسط متحرک توی 5 ثانیه اول حرکت 6.5، شتاب متوسط این متحرک توی این بازه چقدره؟ بچه‌ها شتاب متوسط پرسیده، خب این شتاب ثابته، یعنی داده شتابو میپرسه دیگه. یه ایکسی هم به من داده. اطلاعاتی که به من دادین تندی متوسط داده. تندی متوسط 6.5. 6.5 من میدونم میشه مسافت توی این بازه زمانی به 5 ثانیه. 5 ثانیه بازه زمانیش بوده دیگه. پس ال مساوی میشه با 5 تا 6.5، 5 تا 6.3، 5 تا 5.5 هم 2.5 میشه 32.5 متر مسافت من هستش. اوکی. اینو داشته باش. XT بهت داده، شتابو میخواد. من XT میبینم سهمی هستش خیلی شیک و خوشگل، خیلی سری میرم سراغ VT کشیدن. VT اینو همه دیگه باید بلد باشید، همه باید بلد باشید. سرعت اولیش منفیه، یعنی از منفی شروع میشه چون دهانه نمودار رو به بالا، شتاب مثبت بالا میره. اوکی، شتاب بالا میره و سر 3 ثانیه شما نمودار XT رو ببینید سرعت 0 شده، اینجا 3 ثانیه هستش و 5 ثانیه مثلا فرض کنیم اینجا باشه، اینجا 5 ثانیه باشه. از من چی میخواد؟ از من داره سوال میپرسه که شتاب چنده. خب قاعدتا باید بیام یه تشابهی، یه حرکتی بزنم. خب دو تا مثلث میبینید، این یه مثلث، این زلش 3، این یه مثلث، این زلش از 3 تا 5 یعنی 2. یعنی نسبت تشابه شما برای این مثلث پایینی که من مساحتشو S1 میگیرم و این مثلث بالایی که مساحتشو S2 میگیرم، من میتونم بگم که مثلا S2 به S1 نسبت مساحت ها هستش، میشه نسبت تشابه به توان 2. نسبت تشابه میشه 2 به 3 به توان 2، یعنی 4/9. فقط حواستون باشه مسافتی که توی 5 ثانیه اول ما حساب کردیم میشه جمع S1 و S2، این مهمه. پس من از اینجا میتونم S2 رو به دست بیارم بگم میشه 4/9 S1. قرار بدم توی رابطه بالا به جای S2 4/9 S1، یه دونه S1 یعنی 9/9 S1 میشه 13/9 S1. این مساویه با 32.5. ضرب در 2 کنم طرف اینو، 32.5 من میشه 65، 13 من میشه 26. 2 تا 13 در واقع، 13 با 65 من میتونم بزنم میشه 5 و S1 واسه من به دست میاد، مشخص میشه 9 5 تا 45 تا تقسیم بر 2 میشه 22.5 شد S1. بچا S1 22.5، 22.5 جمعش با S2 باید بشه 32.5 دیگه، یعنی S2 10. یعنی مساحت اینجایی که الان هاشور آبی میزنم 10. قاعدش 2، ارتفاعش چند باشه که مساحت 10 به من بده؟ خب این باید 10 باشه. 2 10 تا 20 تقسیم بر 2 میشه 10. خب الان دیگه شتاب میخواد دیگه، شیب این خط. بچا شیب این خط از 0 به 10 رسیده توی 2 ثانیه چند میشه؟ شتاب شما میشه 5 تا گزینه 2. سطح سوال به نظر من متوسط و دانش آموزی که چند تا سوالات کنکورهای 2 3 سال اخیر رو زده باشه به راحتی جواب میده. سوال بعدی 152، متحرکی روی محور ایکس با شتاب ثابت حرکت میکنه، جابجایی آن در ثانیه سوم حرکتش صفره. بچا جابجایی ثانیه سوم صفر، یعنی سر لحظه 2.5 ثانیه دقیقاً باید ما بگیم که وی اش صفر میشه. شبیه کنکور پارسال تقریباً نکتهش اومده. و ثانیه سوم من میدونم دیگه، یعنی از 2 تا 3 دقیقاً. خب بچه‌ها اینجا سرعت صفر شده. میگه نوع حرکتش توی بازی 0 تا 3 چجوریه؟ نوع حرکت میخوای تشخیص بدی؟ من ایدم اینه که برم سراغ وت کشیدن، با وت بررسی کنم سوالو. خب نیا کنید اینجا و باشه، اینجا ت باشه. خب شتاب ثابت قطعاً وتش یه خط میشه. حالا دو مدل هم میشه، مثلا ممکنه اینجوری باشه یا نه ممکنه اینجوری باشه، هر کدومش راحتی فرقی نمیکنه. توی دو هر دو حالت میبینی قبل از 2.5 ثانیه که اینجا سرعت صفر میشه حرکتت کند شونده است، اینجا کنده، اینجا کنده، بعد از 2.5 حرکت تنده، بعد از 2.5 حرکت تنده، یعنی ابتدا کنده و سپس تند. سطح سوال ساده است اینو و باید همه میزده باشن، هر کسی حرکت شناسی خونده باشه بتونه اینو بزنه.
سوال 153، نمودار سرعت زمان متحرکی که روی محور X حرکت میکنه به این شکل، این متحرک در 6 ثانیه اول خودش 24 متر طی کرد. یه نگاه میندازم نمودار، آها خوبه، 6 ثانیه اولش حرکت با سرعت ثابت. پشت سر من نمودارش کوچولو، من بیارم اینجا. خب الان ببینید سرعت ثابت 24 متر بوده، یعنی مساحت این قسمت میشه 24، چون سرعت ثابته 24 متر جابجایی به معنای اینه که سرعت ثابتی که داشته ضرب در زمان که 6 هستش به من سرعت رو میده که میشه 4. ولی خب من 4 منفی میزنم، چرا؟ چون محور ما زیر محور قرار گرفته، نمودار من منفی 4 هستش. اوکی، میگه حالا به من بگید به ترتیب از راست به چپ سرعت آن در لحظه 10 بر حسب متر بر ثانیه و جابجایی آن از 8 تا 12 چقدره؟ بچه از 6 به بعد یک حرکت با شتاب ثابت رو داره میره و من شتابش رو دارم از 6 به بعد، چون که شیبش رو من میتونم داشته باشم که تغییرات قائم به افق میشه شیب ما که میشه 4 متر بر ثانیه تغییرات ما بود، قائم ما میشه 4 تقسیم بر 3 میشه شتاب. این شد شتاب ما. اوکی، ما شتاب رو الان داریم، پس من سرعتم از من میخواد تو 10 ثانیه. خب مگه این شتاب ثابت حرکت نمیکنه؟ میگم v مساوی است با آتی به اضافه v صفر. فقط حواست باشه این v صفر زمان شما که میگم صفر سرعت توی 6 ثانیه است، این چیم از 6 ثانیه باید به بعد برم دیگه. من میخوام v توی 10 ثانیه رو به دست بیارم. اوکی، v 10 ثانیه رو حساب کنم، باید بگم شتابم که میشه 4 سوم، زمان از 6 به بعد تا 10 چقدر طول میکشه؟ 4 تا، به اضافه سرعت توی 6 ثانیه چنده؟ منفی 4. این عدد رو حساب کنیم میشه 16 سوم منهای 12 سوم که میشه 4 سوم، یعنی سرعت توی 10 ثانیه میشه 4 سوم، یا 2 درسته یا 1 درسته. جابجایی چجوری حساب میکنم؟ جابجایی ببین چیکار میکنم، توی 8 ثانیه تا 12 ثانیه، اینجا میشه 8 ثانیه، 12 ثانیه هم اینجا من میگیرم. میتونی مساحت حساب کنی؟ میتونی نه، بیای سرعت تو 8 رو با استفاده از همون معادله‌ای که من نوشتم حساب کنی. اینجا سرعت 8 یعنی مثلا سرعت توی 8 ثانیه از این معادله‌ای که من می‌نویسم مساویه با آتی ما میشه 4 سوم، سرعت توی 8 از 6 به بعد 2 ثانیه میگذره، به اضافه سرعت اولیه ما که منفی 4 بود، این میشه منفی 8 سوم منهای 12 سوم میشه منفی 4 سوم، اینجا اینجا میشه منفی 4 سوم. حالا بیا یه دلتا ایکس بین 8 و 12 با فرمول بدن، یعنی مساحت هم مثلا حساب نکن. دلتا ایکس شما میدونی توی حرکت با شتاب ثابت میشه 1/2 آ چنده؟ 4/3. از 8 تا 12 چنده؟ از 8 تا 12 4 ثانیه، 4 به توان 2 میشه 16. به اضافه سرعت اولیه توی این بازی، یعنی سرعت توی 8 ثانیه چنده؟ منفی 4/3. دلتا تی چند بود؟ 4. خب شما میتونید این 2 رو با این 16 بزنی میشه 8، میشه 8 تا 4 سوم منهای 4 تا 4 سوم که میشه 4 تا 4 سوم، یعنی 16 سوم میشه جابجایی ما. این جواب ما قسمت دومش هم میشه 16 سوم گزینه 2. سطح سوال متوسط هستش، اصلا سخت نیستش برای حرکت شناسی و دانش آموز متوسط میزنه سوالو. سوال بعدی از حرکت شناسی میگه در شرایط خلأ سنگی رو از ارتفاع h از سطح زمین رها میکنیم، در اگر سنگ در 3 ثانیه آخر حرکتش 3 برابر 3 ثانیه اول جابجا بشه، تندی سنگ هنگام برخورد به زمین چقدره؟ بچا ترکیبی پررو حل میکنم سوال رو. ما میدونیم جابجایی های متوالی توی یک حرکت سقوط آزاد که رها میشه سرعت اولیه 0، تو ثانیه اول 5 متر جابجا میشه، ثانیه دوم 15 متر جابجا میشه و ثانیه سوم 25 متر جابجا میشه. توی این مدت 0 تا 3 ثانیه کل جابجایی 0 تا 3 چقدر میشه؟ خب جمع اینا میشه 45 متر. میگه تو 3 ثانیه آخر من 3 برابر این جابجا میشم، یعنی دلتا ایکس بگیم دلتا وای بگیم چون سقوط آزاده، تو 3 ثانیه آخر 3 برابر این 45 این 3 تا 45 میشه، 3 ضرب در 45. حالا میگه سرعت برخورد هنگام زمین چقدره؟ برخورد به زمینش چقدره؟ خب بچه ها فرض کنید سرعت برخورد با زمین وی باشه، 3 ثانیه قبلش سرعت چند بوده؟ میتونید بگید چون که شتاب 10 داریم، آفرین، وی منهای 3 تا جی بوده، جی شتابه، وی منهای 3 بوده. خب 3 ثانیه هم طول میکشه این اتفاق. جابجایی هم داریم 3 تا 45. وی رو میخوام. یه نگاه میندازم از فرمولایی که میتونم استفاده کنم. هر چی دوست داری بنویسی به جواب میرسی. من مستقل از شتاب میزنم. میگه مستقل از شتاب، میگه میانگین سرعت ها یعنی V به اضافه V منهای C تقسیم بر 2 که
حساب کنم میشه وی منهای 15 اگه اشتباه نکنم، ضرب در زمان که 3 میشه جابجایی 3 تا 45 3 با هم میره و نتیجه میگیرم وی مساوی میشه با 60 متر بر ثانیه سرعت برخورد به زمین هستش. این 6 ثانیه طول کشیده که این حرکت کنه کلا به زمین برسه، حواست باشه. اینا سوال بعدی دینامیک بچه، حرکت ها رو واقعا باید میزدید کلا، دانش آموز خوب باید میزد. مطابق شکل زیر، جسمی به جرم 3 کیلو در ابتدا ساکنه، توسط نیروی افقی و نیروی فنر افقی با ثابت انقدر به دیوار قائم فشرده میشه. اگه فنر 12 سانتی متر نسبت به حالت عادی فشرده بشه، اندازه نیرویی که از طرف دیوار به جسم وارد میشه چند نیوتنه؟ بچه ها همه نیروها رو مثل همیشه باید مشخص کنید. خب یه FN وجود داره، یه F فنر هم اینجا وجود داره. F فنر میشه K دلتا X. بچه ها کاشو من میگیرم 7.5 نیوتن بر سانتی متر، میگه 12 سانتی متر این فشرده شده، 12 تا 7.5 میشه 90 نیوتن. پس FN هم که اینجا وجود داره همون 90 نیوتنه. خب یه وزن هم وجود داره، وزن چقدره؟ W مساوی با MG، Mش 3، Gش 10، 30 نیوتن به سمت پایینه. خب میگه وقت توی این حالت بی زحمت بگید که نیرویی که دیوار به جسم وارد میکنه. خب یه استکاک هم هست، اما چه مدل این جسم حرکت میکنه یا نه نمیدونم، باید دارم حساب کنم. چیکار میکنم؟ FS ماکس رو حساب میکنم. FS ماکس میشه مو اس FN، مو اس رو داره 35 صدم، FN هم که توی این حالت ما حساب کردیم شد 90. پس این 90 یه صفرشو با 100 میزنم، 35 رو به 5 میزنم 7، 10 رو به 5 میزنم 2، میشه 63 دوم، میشه 31.5 نیوتن. بچه این 31.5 نیوتن بیشتر از اون وزن 30 نیوتنیه، پس وزن نمیتونه جسم حرکت بده، یعنی این جسم ساکنه. و استکاکش هم حواست باشه دقیقاً خود این 30ه، یعنی الان نیروهایی که از طرف دیوار به جسم وارد میشه یه 90 یه 30ه. اسمشو من میذارم R. R رو اگه بخوام حساب کنم بچه ها میگم FN به توان 2 میشه اینجا و FS به توان 2، 30 و 90 به توان 2 من 30 و کوچیکه رو مینویسم، یه دونه رادیکال 10 میذارم جلوش، یکی 3 برابر اون یکی باشه، اینجوری به دست میاد. بقیه موارد چجوری به دست میاد؟ مثلا فرض کن دو تا نیروی معادله هم داریم، میخوای فیثاغورس بگیری، این هم هستن، F و F عمود بر هم باشن، برایندشون میشه یکیشو بنویسی رادیکال 2 بزن، یکی F باشه یکی دو برابر اون یکی باشه، یعنی دو F باشه، یه دونه شو کوچیکه رو بنویس یه رادیکال 5 بذار، یکی F باشه یکی 3 F باشه کوچیکه رو بنویس یه دونه رادیکال 10 بذار، 2 5 10 میبینی، 2 5 10 2 5 تا 10 تا تو ذهنت بمونه، یه سرعت عمل تو کوچولو بالاتر میبره. سوالش بچه متوسط بودا، این شبیهش توی کنکور ما دیدیم باید بزنید. سوال 156 من ساده میزنم اینو، چرا؟ چون تکراریه مثل کنکور 98. شخصی به جرم 60 در اون آسانسور ساکنی وایساده، آسانسور با شتاب ثابت دو تا رو به بالا میره. بچه شتاب ثابت دو تا رو به بالا میره، یعنی دقیقاً جهت شتاب سمت بالا بوده، حرکت بالا، شروع به حرکت میکنه، تون شونده شتاب بالاست و میگه سپس با همان اندازه شتاب حرکتش رو کند میکنه. بچه داره بالا میره، حرکتش کند میشه با همون شتاب، این بار دیگه شتاب به سمت پایین میشه. اندازه اختلاف عددی که ترازو در این دو حالت نشان میده چقدره؟ حالت اول ترازو FN همیشه نشان میدهد، FNش میشه W به اضافه MA چون شتاب به سمت بالا هستش. اما حالت دوم ترازو FNی که نشان میدهد میشود W منهای MA، چرا؟ چون A به سمت پایینه. این دوتا عدد که نشون میده چقدر اختلاف دارن؟ به اندازه دوتا MA اختلاف دارن، دوتا M2 آی 664 240 نیوتن اختلاف این دوتا عدده. گزینه 4 میشه جواب ما. سوال 157 مطابق شکل زیر، جسمی به جرم 20 کیلوگرم با سرعت ثابت 2 متر بر ثانیه میکشیم. همینجا یه لحظه مکس کن، میگه سرعت ثابته، یعنی سریعا باید بگی FNet این مساوی صفره. خب FNet صفر باشه قطعا این F فنری که داره جسمو میکشه که میشه K دلتا X، کاش 250 نیوتن بر متر. بچه جلوتر اگه نگاه کنید، اگه ثابت فنر 250 نیوتن بر متر باشه، من 2.5 نیوتن بر سانتی متر میذارم، تغییرات طول فنر میشه X1 تو این حالت، گفته X1 بذاریم. وقتی که من میگم سرعت ثابت حرکت میکنه FNet صفر، یعنی یه استکاکی وجود داره که FK هستش، این FK هم دقیقاً باید با F فنر برابر باشه، FK میشه موکا FN، موکای ما 0.2، FN چنده؟ بچه چون توی این حالت وزن جسم من 20 کیلوگرمه 200 نیوتنه، پس قطعا FNی که اینجا وجود داره FN هم 200 نیوتن میشه، پس 0.2 ضرب در FN 200 میشه 0.4، میشه 40،
استیکار. چون اف نت ما صفر سرعت ثابت حرکت میکنه، پس 2.5 ضرب در ایکس 1 مساوی با 40. از اینجا ایکس 1 سریعا واسه من به دست میاد، میشه 40 تقسیم بر 2.5 میشه 16 سانتی متر. بچا سوال اگه ادامه‌ش رو بخونیم، میگه اگه ثابت فنر اینقدر باشه، تغییر طول فنر نسبت به حالت عادی ایکس 1، من ایکس 1 رو حساب کردم شده 16. اگه 20 کیلوگرم به جسم ساکن اضافه کنم، بچا 20 کیلوگرم اضافه کنم، این W ما از 200 تبدیل میشه به 400 نیوتن، Fn هم از 200 تبدیل میشه به 400 نیوتن. با یه رنگ دیگه کاش بنویسم. اون موقع میگه و نی جسم رو با نیروی F پریم بکشم تا تو آستانه حرکت قرار بگیره، تغییر طول فنر چی میشه؟ بچه حالت جدید آستانه حرکت حرکت نمیکنه، پس Fs max به وجود میاد. چون حرکت نمیکنه، وقتی که با F پریم بکشیمش، Fs max با F پریم برابر میشه. Fs max با F پریم برابر میشه. Fs max هم میشه مو اس اف ان. توی این حالت مو اس 3 دهمه، اف ان 400، کلن این میشه 120 نیوتن. این 120 نیوتن میشه این بار K در دلتا x 2.5 ضرب در دلتا x هم که میشه گذاشته x 2. من اینجا این نتیجه میگیرم، x 2 میشه 48 سانتی متر اگه اشتباه نکنم. بله، آخر سوال خواسته اینه که اختلاف x 1 x 2 رو حساب کن. 48 و 16 اختلافش میشه 32 تا گزینه 4 میشه جواب ما. سطح سوال هم متوسط شبیه کنکور 99، یعنی شبیهش بوده 99، تازه سخت‌تر بود. یکی از اون سوالو کار کرده باشه اینو میزنه قطعا. سوال بعدی، توپی به جرم 400 گرم یعنی 4.1 کیلوگرم با سرعت فلان به زمین برخورد کرده، با سرعت فلان برمیگرده، مدت زمان برخورد 8.1، بردار نیرویی که سطح زمین به توپ وارد میکنه چقدره؟ زمان داده، تغییرات سرعت داده، قطعا میفهمی که بایدی این از افنت مساوی دلتا پی به دلتا تی سوالو حل کنی. افنت متوسط. پس من نتیجه میگیرم دلتا پی به دلتا تی اگه حساب کنم که میشه افنت. افنت چیه بچه؟ این اگه توپ ما باشه چند تا نیرو بهش وارد میشه؟ یه دونه وزن بهش وارد میشه، یه دونه هم اف زمین بهش وارد میشه. من جمع برداری بنویسم، اف به اضافه وزن مساوی میشه با دلتا پی به دلتا تی. بچه دلتا تی ما 8 دهم ثانیه است. دلتا پی میشه ام دلتا وی 4 دهم. دلتا وی یعنی وی 2 منهای وی 1. آی هاشونو نگاه کنی با هم ساده میشه، 6 آی 6 آی، 8 جی منهای منهای 8 جی میشه 16 جی. خب اینا رو با هم اگه بزنیم، یه 2 اینجا میاد، 16 دوم میشه 8 جی. دابلیو هم خب وزن به سمت پایین، 400 گرمه میشه 4 جی منفی. پس من یه منفی 4J میذارم اینجا. پس من نتیجه میگیرم اون Fی که زمین داره به توپ وارد میکنه، 4 میره اون طرف، میشه 12J. گزینه 4 جواب ما میشه. سطح سوال ساده است، فقط حواست باشه نیرویی که سر زمین به توپ وارد میکنه داره میپرسه اینجا فقط، و الا باید بزنی سوالو. 159 مخصوص بچه ریاضی، ماهواره‌ای در فاصله RE از سطح زمین در مدار دایره‌ای به دور زمین حرکت یک نواخت داره. اگه فاصله ماهواره از سطح زمین رو 50% زیادش کنیم، انرژی جنبشی آن چند درصد کاهش پیدا میکنه؟ یه شک میکشم که درک کنیم ماجرا رو. فرض کنیم کره زمین باشه، اینجا مرکزش باشه، این شعاع کره زمین باشه آر ای. میگه یه ماهواره ای دارم دقیقا توی فاصله آر ای از سطح زمین قرار داره. حالا میگه اگه من بیام فاصله رو 50% زیاد کنم از سطح زمین، یعنی اگه آر ای بوده به اندازه نصف آر ای من اضافه کنم، اینجا میشه مکان جدید ما، اینجا میشه. میگه انرژی جنبشی چقدر کاهش پیدا میکنه. بچه برای اینجا این بخش فرمولاش یکم زیاده، بخوای فرمول حفظ کنی همشو اثبات فرمولو بلد باشی. ما یه چیز داریم به اسم شتاب مرکزگرا که میشه V2 آروم. آرم نسبت به مرکز زمین، نسبت به مرکز دایره سنجیده میشه، درسته؟ این میشه شتاب مرکزگرا. اگه ضرب در جرم بشه میشه نیروی مرکزگرا. نیروی مرکزگرا وقتی که جسمی به دور زمین میچرخه چی؟ همون گرانشه. پس گرانش MV2 آرومه که میشه G جرم اون ماهواره در جرم زمین به فاصله از مرکز زمین به توان 2. خب این M ها با هم ساده میکنم، من میخوام به V ها برسم، بعد ربطش بدم به انرژی جنبشی. اینجوری حل میشه. R رو با R من میزنم، یه دونه R میمونه. پس V که برای من به وجود میاد این V2 مساوی میشه با جی جرم زمین به شعاع گردش به دور مرکز زمین. یعنی الان سوال از من داره میپرسه انرژی جنبشی ثانویه به اولیه چطور تغییر میکنه برای این ماهواره کادو به کایه. خب امش عوض نمیشه، دقیقا میشه نسبت وی ها، یعنی میشه نسبت وی 2 به وی 1 به توان 2. این میشه جواب من.
وی دو به وی یک بچه ها، وی دو هم که دیدید با جی ام آر رابطه داره، یعنی جی ام ها اگه ثابت باشه میشه آر یک به آر دو جواب شما. آر یک شما حالت اول دو تا آر ایه اگه دقت کرده باشی، و حالت دوم یه نصف آر ای اضافه میشد بهش 50%، پس میشه 2.5 تا آر ای. یعنی آر ای ها رو با هم بزنیم میشه 4/5. پس کای ثانویه مساوی میشه با 4/5 کا یک. نتیجه میگیرم انرژی جنبشی من میشه 80% مقدار اولیه. یعنی چقدر کم شده؟ 20% ما کاهش داشتیم برای این سوال. جوابش میشه گزینه 2. سوال بعدی 160، وارد نوسان میشیم. میگه نوسانگر هماهنگ ساده جرمش انقدر هر دقیقه 120 نوسان انجام میداد. بچه هر دقیقه یعنی هر 60 ثانیه 120 نوسان انجام میده. چه نتیجه میگیری؟ میگی یک نوسانش رو توی چه زمانی انجام میده؟ نتیجه میگیری تیش مساوی میشه با 1/2 ثانیه. خب تی 1/2 باشه قاعدتا بسامد میشه 2 هرتز برای ما. خواسته سوال چیه؟ میگه اگر در هر دوره این نوسانگر مسافتی که میره 100 سانتی متر باشه. دانش آموز خوب باید بدونه مسافت توی هر دوره میشه 4a و 4a مساوی میشه با 100. پس a یعنی دامنه نوسان میشه 25 سانتی متر یا 1/4 متر. خواسته سوال چیه؟ اندازه بیشینه نیرویی که وارد میشه. بچه بیشینه نیرو یعنی f ماکسیموم، میشه m آی ماکس برای ما. ام که مشخصه 50,000. بعد گزینه ها رو اگه نگاه کنیم متفاوته، یعنی اوردر خوشگل بزنیم خیلی قشنگ جواب میده. ام من 50,000 دیگه اصلا نمی نویسم، 5 میذارم. آی ماکس میشه آ اومگا 2. آی چنده؟ 1/4. آی ماکس میشه آ اومگا 2. اینو ان شاء الله که میدونید دیگه، شتاب ماکسیمم میشه آ اومگا 2. آ که میشه 1/4. اومگا چنده؟ 2πf. f 2 2 پی f میشه 4 پی، به توان 2 بزنیم میشه 16 تا پی 2. پی 2 رو گفته 10 بگیر، میشه جواب ما. 16 با 4 میزنم میشه 4، 40 ضرب در 5 میشه 200. اون گزینه رو بزن که 2 داره. کدام گزینه 2 داره؟ میشه این. یعنی دقیقاً f ماکس ما توی این سوال میشه 2 نیوتن. سوال 160 بود. بریم سوال 161، نقش موج. یه سوال تکراری از نقش موج. این که میگم تکراری، توی نکته و تست خودم این جزوه رو من دیدم، این سوال رو من دیدم توی اون جزوه و آورده بودم. مال قلمچی پارسال هم داشتیم شبیهشو. شکل زیر نمودار جابجایی مکان یک موج ارضی رو نشون میده چند ثانیه پس از لحظه تی، یعنی توی لحظه تی رو داره نشون میده چند ثانیه پس از این نقطه ام برای دومین بار از مرکز نوسان خودش عبور میکنه. باشه ذرات موج نوسان میکنن سر جای خودشون دیگه، بالا و پایین میرن. امم از این قاعده خب مستثنا نیست. پس این داره نوسان میکنه، الان توی دامنه خودش، یعنی سرعتش صفره. بخواد برای دومین بار از مرکز بگذره باید بیاد مرکز یه بار، این تی 4 اون طول میکشه، یه بار حرکت کنه بره منفی آ و از منفی آ بیاد مرکز دوباره. یعنی زمانی که سوال مورد پرسش قرار داده برای ما دقیقاً 3 تا تی 4، یعنی 3/4 تی میشه جواب ما. من تی رو باید بفهمم فقط. تی رو چجوری به دست میارم؟ میگم خب یه وی به من داده توی این سوال، یه وی به من داده، یه لاندایی هم با زبان بی زبانی داده. لانداش 20 سانتی متر اگه نگاه کنی. چرا؟ چون که 3 تا از این تپه ها ما میگیم، 3 تا از این کله قندا میگیم، 3 تا هر چی اسمشو میذاری به ما داده شده 30. بس دو تاش که یه دونه لانداست میشه 20. لاندا رو شما داری 0.2 متر، وی رو هم داری که 30 متر بر ثانیه است. یه کار رو دقت کن. پس میتونی شما اینجا بیا چی رو به دست بیاری؟ تی مساوی میشه با لاندا به وی. لاندای شما 0.2، وی هم که 30 میشه 2/300. جایگزین کن توی این عبارت بالا، با رنگ نارنجی می نویسم چه 3/4 تی 2/300. 300 با این میره میشه 100. 2/400 یا 1/200 ثانیه چه جواب ما؟ گزینه 3. سوالش کاملا تکراری، کلا نیم خطم جوابشه. سوال 162 بازم از موج. سوال موج و نوسان اینو واقعا توی آزمون ریاضی سطحش پایین‌تر از تجربی بود و واقعا هم راحته. طنابی به جرم 250 گرم طول 40 سانتی متر با نیروی به بزرگی 4/4 نیوتن می‌کشیم. بچا جرم داده، نیرو داده، طول داده، خواسته وی موج رو بهت بده. قطعاً سر آزاد طناب با چه بسامدی بر حسب هرتز تکان بدیم تا طول موج امواج ارضی ایجاد شده در طناب 20 سانتی متر باشه. بچا طول موج هم داده، بسامد ازت می‌خواد.
خب شما میدونید F مساوی است با، اینجوری بگم اینو حفظید احتمالاً، میگید لاندا مساوی است با وفا، یعنی V به F. پس از اینجا نتیجه میگیرید Fی که شما میخواید میشه V به لاندا. لاندا رو هم بهت داده 20 سانتی متر یعنی 0.2 متر، اما V رو نداده مستقیم. باید V رو بیا حساب کنی. V فرمول داریم واسش، V مساوی است با رادیکال FL mm. F چنده؟ 0.4 نیوتن، 4 ضرب در 10 به توان منفی 1. L چنده؟ 40 سانتی متر یعنی 0.4 متر، 4 ضرب در 10 به توان منفی 1. M چنده؟ جرم 250 گرم یعنی 1/4 کیلوگرم. 4 میاد بالا، 3 × 4 به توان 2 میشه 64، جذب بگیرم میشه 8، 10 به توان منفی 2 هم دارم که میشه 10 به توان منفی 1 میشه 0.8. 0.8 تقسیم بر 4 میشه جواب ما، 0.8 تقسیم بر 0.2 معذرت که میشه 4. 4 هرتز وسامد ماست، میشه گزینه 3. سوال بعدی تراز شدت صوته. میگه تراز شدت یک صوت در فاصله دی از منبع آن بتاه. اگر در فاصله 64 دی تا منبع صدا به زحمت توسط گوش انسان دریافت شود، یعنی صدا تراز شدت صوتت میشه 0، ثانویت میشه 0. میگه تراز شدت صوت در کدام گزینه بر حسب دسیبل توی اون فاصله دی به درستی بیان شده. بچه ها اینجوری می نویسیم اینو، من میگم ثانویه منهای اولیه که میشه 0 منهای بتا مساویست با 10 تا لوگاریتم آی 2 به آی 1. اینجا آی که ندارم، فقط فاصله دارم، ولی فاصله عکسه، یعنی فاصله اولی به دومی توان 2. فاصله اولی که دیه، دومی 64 دیه، توان 2ش یادت نره بی زحمت. دیا رو با هم ما میزنیم، نتیجه میگیرم منفی چیزی که من دنبالشم میشه اون دو بیاد میشه 20 تا لوگاریتم 1/64. 20 تا لوگاریتم 1/64 یعنی لوگ 1 که میشه 0 منهای لوگ 64. بچه لوگ 64 رو من میزنم لوگ 2 به توان 6، 6 میاد پشت لوگ 2، لوگ 2 هم که 0.3. پس من نتیجه میگیرم منفی این مقدار مساوی است با 20 در منفی 1/8 که میشه منفی 36. نتیجه میگیرم چیزی که من دنبالشم میشه خود 36 دسیبل، گزینه 3 جواب ماست. خیلی خوب بود، خیلی راحت میبینی سوالات موج واقعا خوب بوده. سوال 664 یه نکته بگم، میگه در شکل زیر اگه موج با زاویه تابش C به سطح مانع تخت بتابه، زاویه بین جبهه های موج و موج تابیده و موج بازتابیده زاویه بین جبهه های چنده؟ من خیلی سریع بگم بچه، زاویه تابش C باشه، زاویه بین تابش و بازتاب پرتوب هاشون چنده؟ آفرین، میگه 60. این 60 دقیقا میشه زاویه اینجا. میگی نه اینجوری میشه، نکن فرض کن یکم زخیم بکشم چیزی که مینویسم، این پرتوبه به مانع تخت برخورد میکنه، بازتاب پیدا میکنه اینجوری، اینم خدچین عمود من باشه. اوکی، حواست کاملا بده اینجا. این زاویه کلن دوتا سیتا میشه، دوتا سیتا میشه 60. این زاویه ما اینجا میشه 90، یه 90 میزنم واسش، و جبهه های بازتاب هم یه همچین چیزی میشه، یه همچین چیزی اینجوری میشه. خب این چه جبهه های بازتاب؟ اینم عموده، اینم 90. خب الان یه چارزلی میبینی، کدام چارزلی؟ اینی که هاشور میزنم، مثل بادکنکه، مثل بادبادکه، بادکنک بادبادک. خب یه 60 دارم، یه 90 دارم، یه 90 دارم، زاویه اینجا به دست میاد. اینجا رو حساب کنی جمع این زاویه ها کلن دوتا 90 میشه 180، 60 هم اضافه کن این نارنجی رنگ هم حساب کنی، نارنجی رنگی میشه 120. زاویه بین دوتا موج 120ه، 120 به درد من نمیخوره. این طرف زاویه حادش به درد من میخوره که 180 باید با اون 120 باشه، میشه 60. جوابش میشه گزینه 2، همون چیزی که من گفتم. سوال قشنگیه، خیلی هم ساده است. سوال 165، کلا سوالات نیم سال دومش خیلی روتین بوده، این آزمونی که داریم کار میکنیم میبینی. اصلا کلا 12امش خوب بوده. در شکل زیر پرتو نوری از محیط شفاف 1 با ضریب شکست N1 وارد محیط شفاف 2 با ضریب شکست N2 میشه. تندی نور در محیط اول چند درصد بیشتر از تندی نور در محیط دومه؟ بچه ها زاویه تابش اول ما 53، حواست باشه، و زاویه شکست ما 30. میگه تندی چقدر بیشتره در محیط اول، چقدر بیشتر از دومه؟ خب من اینجوری می نویسم، مثلا میگم V2 به V1
میبینم نه اینی دارم نه لاندایی دارم، باید نسبت زاویه ها رو بنویسم دیگه. زاویه محیط دوم سینوس 30 درجه یک دوم به زاویه محیط اول سینوس 53 درجه. سینوس 53 چند میشه بچه ها؟ سینوس 53 میشه 8 تا. پس من نتیجه میگیرم وی ثانویه مساوی میشه با، درست میریم ایشالا که درست بریم، 10 16 همه وی 1. گفته اول چقدر بیشتر از دومه، پس من بهتر اول رو برعکس به دوم بنویسم. وی 1 میشه 16 دهم وی 2. ما وی 2 رو اگه وی بگیریم پس وی 1 مساوی میشه با 1 و 6 دهم وی. یعنی چقدر زیاد شده؟ 6 دهم زیاد شده. 6 دهم به معنی چیه؟ به معنی 60 درصد. جواب میشه گزینه چی؟ خیلی هم ساده و روتین بود به نظر من، خیلی ساده بود. سوال 166 از موج ایستاده است. سیمی به طول 2 متر جرم 20 گرم نیروی کشش اینقدر بین دو نقطه بسته شده. بسامد هماهنگ چهارم نوسان‌های این سیم چند هرتز بیشتر از بسامد هماهنگ سومه؟ بچه‌ها بسامد هماهنگ چهارم چقدر بیشتر از بسامد هماهنگ سومه؟ دقیقاً میشه بسامد اول. اختلافش اختلافش میشه یه دونه بسامد اصلی که F1 هست. و شما میدونید F1 مساوی میشه با V به 2L. V سرعت موجه، L هم طول موجه. من V رو بیام حساب کنم اول. V رو اینجا مینویسیم. یه بار دیگه حساب کردیم همچین چیزی رو. FL به M. F شما 400. L شما طولش 2 متره. 20 گرمه. 20 ضرب در 10 به توان منفی 3 میشه کیلوگرم. خب عددی که به دست میاد اینجا میشه 800 به 20 که میشه 40. ضرب در 10 به توان مثبت 3. خب 4 جذب بگیرم 2 میمونه، 10 به توان 4 جذب بگیرم 100 میمونه، میشه 200. پس این میشه 200 به 2 تا L. L چنده؟ 2 متر. 4. 200 4م میشه 50. این همون اختلاف 3 و 4 میشه گزینه 3. ساده، ساده انصافا، ساده. ولی بچه‌ها این قسمت‌ها رو کلاً بیخیال میشن. میرسیم به بخش آخر فیزیک شما، یعنی فیزیک اتمی و هسته‌ای، در واقع فیزیک 12. پیشینه انرژی جنبشی فوتوالکترون ها در یک آزمایش فوتوالکتریک این مقداره. کای ماکس رو به ما داده. اگر اختلاف طول موج فوتون ورودی و طول موج آستانه برابر طول موج فوتون ورود باشه، طول موج فوتون ورودی چقدره؟ خب چیزی که من میگم، یه موقع این کای ماکسی که ما داریم 6 و 2 مساویه با اون HFی که پرتو ما به ارمغان میاره، منهای اون W صفره. خب داره بر حسب طول موج بحث میکنه. به جای HF من مینویسم HC به لاندا منهای HC به لاندا صفر. HC رو گفته 1240 بگیر. 1240 فاکتور بگیرم 1 به لاندای منهای 1 به لاندا صفر. بچه میگه اختلاف طول موج فوتون فرودی و آستانه دقیقا خود فرودیه. این یعنی چی؟ نکنید فرودی قطعا طول موجش کوتاه‌تر از آستانه بوده که تونسته جدا کنه الکترون ها رو. یعنی لاندای صفر منهای این لاندا اختلافشون میشه خود لاندا. این به معنی اینه که لاندا صفر میشه دو تا لاندا. طول موج فوتون فرودی رو خواسته دیگه، به جای این لاندا صفر زحمت بکش دو تا لاندا بذار. خب مخرج مشترکش کنم، یه دو بذارم اینجا، یه دو میاد اینجا، دو تا به دو تا لاندا منهای یه دونه به دو تا لاندا، اینجوری میشه، میشه 1240 ضرب در 1 به دو لاندا مساویه با 6 و 2 دهم الکترون ولت، لاندا به نانومتر. خب 1240 ما با بزنیم میشه 620. 620 رو با 6 و 2 بزنم این میشه 1، این میشه 100. یعنی لاندای ما میشه 100 نانومتر. نکته مهمش این بوده، این چیزی که دورش خط میکشم. سوالش هم متوسط، هم ساده است هم متوسط. متوسط واقعا برای کسی که معمولی هستش. سوال 167 بود. 168 این ایده دیگه اینقدر تکرار شده این تیپ سوال، ولی خب هنوز میاد. بلندترین طول موج نور مرئی گسیلی از اتم هیدروژن چند برابر کوتاه‌ترین طول موج مرئیشه؟ بچه ها بلندترین طول موج مرئی، اولا مرئی میدونید خب مقصد دو، یعنی باید به دو بریم. از چند به دو بریم میشه بلندترین؟ از سه به دو. از چند به دو بریم میشه کوتاه‌ترین مرئی؟ آها، از 6 به 2. زحمت میکشی اختلاف طول موج ها رو حساب، اختلاف خواسته یا چند برابری خواسته طول موج ها رو حساب میکنیم میشه جواب. حالت اول برای بلندترین مینویسم، این بلندترینه.
بلندترین چجور به دست میاد؟ میگی یک بر لاندا مساویه با آر، اینجا چاره، اینجا نهه، آر چار و نه مخرج مشترک و من 36 میزنم، نه منهای چار میشه 5. پس طول موج بلند من لاندای ماکس ام یا ماکس بنویسم خوبه، میشه 36 به 5 آر. اما برای کوتاهترین، برای کوتاهترین میشه یک به لاندا مساوی با آر یک چارم منهای 1/36 مخرج مشترک 36 بگیریم، میشه 36 9 منهای 1 که میشه 8. اینجا پس من نتیجه میگیرم لاندای مینیموم ما هم مساوی با 36 به 8 آر. نسبت 36 به 5 آر به 36 به 8 آر رو میخواد، نسبتشون بچه میشه 8 آر به 5 آر میشه 8 پنجم. نسبت بگیرم یعنی اینجوری، یعنی میشه 36 به 5 آر به 36 به 8 آر. 36 با هم میره پشت سر منه دیگه، الان میبینید میشه 8 پنجم، جوابش میشه گزینه 3. سوال ساده تکراری تکراری. اگر نیمه عمر یک ماده پرتوزا 20 دقیقه باشه، یعنی هر 20 دقیقه نصف بشه، بعد از گذشت 2 ساعت چه نسبتی از هسته‌های اولی دچار واپاشی شدن؟ بچه‌ها 2 ساعت چند تا 20 دقیقه است؟ هر ساعت 3 تا 20 دقیقه است، این 6 تا 20 دقیقه است. پس 6 تا نیمه عمر داشتیم. یعنی من میتونم بگم اگه هسته‌های اولیه من N0 بودن، یه نیمه عمر بره میشه N0 دوم، دیگه N0 رو نمی‌نویسم، یکی دیگه بره 1 چهارم، یکی دیگه بره 1 هشتم، این 3 تا، یکی دیگه بره 1 16، این 4 تا، یکی دیگه بره 1/32، یکی دیگه بره 1/64. اینقدر مونده، چقدرش رفته؟ 63 64 گزینه 2 میشه جواب ما. میرسیم به فیزیک 11 هم. بچه ها فیزیک 11 هم هم یه بررسی کنیم ببینیم چجوریه. 12 همش انصافاً خوب بود، انصافاً روتین بود، کاملا هم در راستای کنکور یه کوچولو پایین‌تر از سطح کنکور، بین مثلا 98 و 99 اینا بود حدوداً. از 98 سخت‌تر، از 99 400 ساده‌تر. میگه دوبار الکتریکی نقطه‌ای 4 میکروکولون و منفی 9 میکروکولون در فاصله ال از یکدیگر روی محور ایکس ثابت شدند و نیرویی به بزرگی 3.6 نیوتن به هم وارد می‌کنند. میدان الکتریکی برایند در چه فاصله بر اساس سانتی متر از کیو 2 صفر میشه؟ خب نگاه کنید شما دو تا بار داریم، خب این دو تا بار توی فاصله از هم قرار گرفتن که نمی‌دونیم چند هستن، بحث نکرده در موردش. این مثلا کیو 1 باشه، کیو 1 4 میکروکولون باشه و این کیو 2 باشه منفی 9 میکروکولون باشه. فاصله که اصلا دارن نمیدونم چقدره، ولی نیرویی که به هم وارد میکنن 3.6 نیوتونه. بچه‌ها چون میکرو داده، من فاصله رو به سانتی به راحتی به دست میارم، میگم نیرویی که به هم وارد میکنن 36 3.6 نیوتن مساوی با 90 ضرب در حاصل ضرب بارها 4 9 تا 36 تا به اون فاصله که بارها دارن، اسمشو دی میذارم به توان 2. خب اینجا 90 36 با 3.6 میره، اینجا میشه 10. پس من نتیجه میگیرم دی 2 مساوی با 900 و دی مساوی با 30 سانتی متر، فاصله بین دوباره. واسه این فاصله 30 سانتی متره. ما میدونیم چون بارها ناهمنامند خارج دوبار نزدیک بار کوچیک‌تر یه نقطه‌ای هست که میدان صفر میشه. نقطه خیلی معروفیه، فرض کن این نقطه. خب حالا میگه این فاصله از کیو 2 چقدره؟ خب قطعاً 30 به اضافه یه عددیه. 30 به اضافه یه عددی یعنی 12 نیست، 30 هم نیست. حالا بین 90 و 60 باید انتخاب کنم. یه نکته تستی اینجا وجود داره، میگم نسبت بارها، اندازه بارها نسبتشون رو جذب بگیر. 9 و 4، 9 و 4 جذب بگیرم نسبتشون 9 و 4 رو میشه 3 دوم. این میشه فاصله بار کیو 2 از اینجا، 3 اومد بالا از 9 اومد دیگه، اسمشو مثلا من میذارم آر 2 و این فاصله اینجا اسمشو میذارم آر 1 پشت سر منه. 3 دوم ما آر 2 آر 1. این چه به من میگه؟ این به من میگه که آر 2 باید 1.5 برابر آر 1 باشه و اختلافشون هم چنده بچه ها؟ اختلافشون هم 3ه. توی شک میبینید این اختلاف آر 2 و آر 1ه. آر 2 منهای آر 1 مساوی 3. به جای آر 2 1.5 آر 1 بذارم، نیم تا آر 1 مساوی 3 میشه، خود آر 1 مساوی 60 میشه. آر 2 چند میشه؟ یه سی تا باید بندازی روش، میشه 90 تا.
گزینه یک میشه جواب. خب سوال 171، بچه سوال قبلی سطحش متوسط و تکراری بود، خیلی از این سخت‌تر انتظار توی کنکور داشته باشید به نظر من. مطابق شکل زیر، گلوله باردار به جرم 2 گرم و بار 4 از فنری با جرم ناچیز آویزان و در حالت تعادل افزایش طول فنر نسبت به حالت عادی شده ال. بچه یه بار دارم که فقط تحت اثر وزنش که 2 گرمه ال. اگه مجموعه فنر و گلوله در یک میدان الکتریکی قائم یک نواخت قرار بگیره، افزایش طول آن میشه 2 ال. اوه 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 اوه، خیلی قشنگ این نکته. بچه ها MG فقط وارد میشد، ال تا افزایش طول داشت. حالا این توی یه میدانی قرار گرفته، یعنی یه میدانی هم اضافه داره نیرو وارد میکنه قطعا به این گلوله‌ای که بار الکتریکی داره. خب افزایش طول شده 2 ال. میتونی بگی چه نیرویی در واقع به این وارد شده که افزایش طول شده 2 ال؟ MG ال. چه چیزی میشه 2 ال؟ آها، دو تا MG در واقع، یعنی اون MG بوده به اضافه یه MG دیگه که این MG رو کی با وارد کرده؟ میدان. این FE، این FE. یه افزایش طولان نسبت به حالت عادی میشه 2 ال. جهت میدان الکتریکی و اندازه آن بر حسب نیوتن کدام است؟ خب و گفته گلوله رو به صورت نقطه در نظر بگیرید، جی هم ده. خب بچه ها شما الان فهمیدید FE که من دارم بحث میکنم باید MG باشه. خب داره از من میپرسه FE مساوی MG بذار و E رو به دست بیار، به ما بگو اندازه جهت میدان، اندازه و جهت میدان رو میخواد دیگه. FE میشه EQ. خب من فهمیدم این EQ MGه، MG مساویست با EQ. خب من اندازش رو با اوردر پیدا میکنم، M 2 گرم 2 میذارم، G 10 1 میذارم، E نمیدونم چنده، Q هم که بار ما هسته 4. خب اینو با این میزنم، E مساوی میشه با 1 دوم نیم. E 1 دوم یا نیم، اونی بزن که 5 داره، یا اینه یا اینه، که جهت میدان کدام است؟ خب بچه به سمت پایین یک نیروی اضافه اومده، این MG بود، یه دونه دیگه MG انگار اضافه شده. پشت کله من میبینید دوتا MG من نوشتم که یکی از این MG ها همون FEه. خب این به چه معناست؟ بار مثبت در جهت میدان بهش نیرو وارد میشه، یعنی میدان هم به سمت پایین. جوابش میشه گزینه 3 واسه ما. خب اوکیه، دیگه بحثی وجود نداره. حل این سوال 172. بچه سوال متوسط رو به بالایی بود سوال قبلی. دانش آموز بالای 50 میتونه بزنه سوال توی تایم خودش. این سوال چی میگه؟ میگه ذره خونسا به ذره خونسا 2000 الکترون داده و در راستای خطهای میدان الکتریکی یک نواخت از آ به پتانسیل 150 به ب منتقل میکنیم. بچه اینکه به یه جسمی الکترون بدیم یعنی بارش منفی میشه، منفیه. چه مقدار منفی میشه کیو ما؟ N تا E 1.6. اینجوری بگم N ما که 2000، 2 ضرب در 10 به توان 3 ضرب در N تا E دارم میگم دیگه، ای چنده؟ 1.6 ضرب در 10 به توان منفی 19 که این میشه 3.2 ضرب در 10 به توان منفی 16 کولون بار دادیم. یه کار میدان الکتریکی توی اینجا به جای اینقدر باشه، پتانسیل الکتریکی نقطه B چقدره؟ بچه ها کار میدان مثبته. این یعنی چی؟ فرض کنید این خطوط میدان بوده، همیشه یه خطوط میدان بکشید که اشتباهتون رو پایین بیاره. خطوط میدان به این سمت، یه بار منفی رو من انداختم اینجا، میدان دوست داره به این سمت بهش نیرو وارد کنه و حرکت هم کرده به اینجا. چرا؟ چون کارش مثبت شده. پس قطعا ما داریم خلاف جهت میدان حرکت میکنیم. خلاف جهت حرکت میدان پتانسیل زیاد خواهد شد، یعنی اگه 150 بوده توی نقطه آ به نقطه B میرسه، زیادتر از 150، خود 150 که نخواهد بود، حالا بیشتر از اون جواب من میشه. اما چه مقدار بیشتر؟ بچا چه مقدار بیشترش من همیشه اینجوری میگم، میگم دلتا وی میخوای حساب کنی؟ دلتا وی خب کاری نداره، میشه دلتا یو به کیوت. اوکی تو فهمیدی زیاد میشه، چقدر زیاد میشه دیگه، کاری هم با علامت و اینا دیگه نداریم، چون فهمیدم زیاد میشه، تاکید میکنم روی 4 و 8. دلتا یو من میدونم همون کار میدانه ها، این مهمه اینا. دلتا یو من میشه 4 و 8 ضرب در 10 به توان منفی 14. یو ما چنده؟ 3 و 2 ضرب در 10 به توان منفی 6. 4 و 8 به 3 و 2 میشه 1.5 ضرب در 10 به توان 2. و از این میشه 150 تا زیاد میشه. یعنی اگه توی آ 150 بوده، 150 تا زیاد بشه میشه 300 تا توی بی. جواب میشه گزینه 4 واسه ما، 172. سوال خازن، بچه ساکناش هم انصافا خوب بوده.
خازن تختی رو پس از باردار شدن از منبع جدا میکنیم. این که از منبع جدا بشه یه معنا بیشتر نداره. کیو ثابت، بار ثابته. فاصله بین صفحات خازن رو افزایش میدیم. دی رو زیاد میکنم. دی زیاد بشه به معنای اینه که سی کم میشه. چه تعداد از موارد زیر درست هستن؟ کاری با گزینه ها من ندارم. من میدونم این کیو مساوی با سی در ویه. باید یه مقدار ثابتی باشه چون از باتری جدا شده. خب فهمیدم سی کاهش پیدا میکنه. بخواد این ثابت باشه باید وی افزایش پیدا کنه. این یکی. دیگه خواسته دیگه که من اصلا گزینه ندیدم هنوز، اصلا انصافا نگاه نکردم. یو مساویه با یک دوم کیو دو به سی. بچه کیو که ثابته، سی داره کم میشه، انرژی خازن زیاد میشه. این چیزی که به ذهن من میرسه. یه بحث میدان هم داریم احتمالا تو گزینه ها باشه. نگاه کنم بله قسمت بهش میدانه. میدان ما میدونیم میشه وی به دی. اوکی ما دی رو زیاد کردیم، وی رو هم فهمیدیم زیاد میشه. توی این تیپ سوالات حواستون باشه که این ثابت میمونه، ای ثابت خواهد ماند. اثباتش نمی کنم ولی خب مد نظرتون باشه. اگه مثلا جدا کنیم تغییر بدیم خازنو، ایش عوض نمیشه. گزینه اول میگه احتمال ایجاد نقش های لیچنبرگ کاهش میابد. لیچنبرگ کاهش میابد بچه این یعنی چی؟ که ایجاد میشه؟ یعنی خازن دچار فروریزش بشه وقتی که ولتاژ خیلی بره بالا. این ولتاژ داشت کم میشد خب، پس اینجا ولتاژ داشت زیاد میشد خب، پس داریم به سمت اون آستانه ای میریم که بعد از اون فروریزش داشته باشیم. احتمالش کاهش پیدا میکنه، احتمالش زیاد میشه. غلطه. میدان ثابته، بله درسته. انرژی پتانسیل افزایش مییابد، ما فهمیدیم انرژی افزایش مییابد، بله درسته. شیب نمودار بار بر حسب ولتاژ، بار بر حسب ولتاژ یعنی کیو رو بکش بر حسب وی، میگه کاهش مییابد. خب یه نمودار ما قطعا اینجوری داریم، ما میدونیم کیو مساوی است با سی وی، پس شیب این نمودار میشه خود سی. سی کاهش پیدا میکنه، بله کاهش پیدا میکنه. چند مورد درسته؟ سه مورد درست. جواب میشه گزینه دو برای من. سوال بعدی 174. چقدر زیاده تحلیل آزمونه فیزیک ریاضی. در دمای ثابت یعنی مقاومت ویژه عوض نمیشه، اگر یک سیم رسانه استوانه ای که اختلاف پتانسیل دو سر آن ثابت است به طور یک نواخت بکشیم، یه سیمیو میکشیم شعاعش نصف میشه، تعداد الکترون های عبوری از هر مقطع آن در واحد زمان نسبت به حالت قبل چند برابر میشه؟ بچا تعداد الکترون میپرسه تو واحد زمان چقدر میشه، ببین آی چند برابر میشه. اطلاعات رو با هم بررسی کنیم. میگه شعاعش نصف میشه. بچه شعاع اگه نصف بشه، شعاع به درد من نمیخوره اینجا. آ به درد من میخوره. آ میشه یک چهارم آ. بچه وقتی که حجم هم عوض نمیشه دیگه. یه میلیو بکشم فقط نازک میشه ولی حجمش عوض نمیشه. حجم ثابت باشه مساحتش یک چهارم بشه، الش میشه چهار برابر. چهار ال. یعنی مقاومت ما که ما میدونیم از طریق رابطه رو ال به آ به دست میاد، اینش چهار برابر میشه، مساحتش یک چهارم میشه، یعنی آر در نهایت 16 برابر میشه. آر 16 برابر بشه، آی طبق رابطه وی بر آر حساب میشه دیگه، این 16 برابر میشه، آی 1/16 میشه. وی ثابته، گفته وی ثابته تو این سوال. آی 1/16 بشه بار الکتریکی هم که عبور میکنه 1/16 میشه، چون آی میشه کیو در دلتا تی دیگه، دلتا تی ثابته، آی 1/16 کیو هم 1/16. جوابش میشه گزینه 4. این سوال سوال راحتی هم بود. سوال بعدی سوال 175 از مدار 25مین سوال حل میکنیم. کلا 40 تاست. در شکل زیرگ ولسنج آرمانی عدد 8 رو نشون بده. نیروی محرکه مولد چند ولته؟ این ولسنج 8 رو نشون میده. اختلاف پتانسیل دو سر اینه. پس جریان اینو داره به ما میگه. یه جریانی که برای این وجود داره چقدره؟ 2 آمپر. خب این دو باشه چون که 4 دوتا میشه 8 تا دیگه. جریان اینم خب با این سری این 2 آمپره. یعنی باتری یه جریانی رو فرستاده اینجا، 2 آمپرش اومده این طرف و این ور کلن با این ور موازیه. اما اگه دقت کنید مقاومت معادل این شاخه‌ای که من مشخص میکنم میشه 14. مقاومت معادلی که کلن این طرف ماجرا هست، دو تا 14 موازی داری، میشه 7. پس جریان این سمت خب باید 2 برابر این طرف باشه، 4 آمپر. این 4 آمپر میاد اینجا، بین دو تا 14 میخواد تقسیم بشه. 2 آمپر میاد اینجا، 2 آمپر هم میاد اینجا. نیروی محرکه مولد از من میخواد. کل جریان شما چند میشه پس؟ 6 آمپر. نیروی محرکه مولد ای رو از من میخواد. کجا خودشو نشون میده؟ توی آیه کل. آیه کل که 6ه،
مساوی با ای که من نمیدونم چنده آر کل به اضافه آر داخلی. بچه این طرف یه 14 دارم، این طرف 7 دارم، 7 و 14 موازی هن. 7 و 14 موازی رو حساب میکنم، میگم ای قشنگترم میشه حسابش کرد. البته اجازه بدید من اینو بگم یه جور دیگه میگم، آره کل ما بچه ها این طرف 14 14 شد 7، اون طرف شد 14. 14 و 7 معادلشون چند میشه؟ بزرگه نسبتشون به اضافه 1، پس میشه 14 سوم آره داخلی هم که 1. این مساوی 6. پس یه عددی چیزی تقسیم بر 14 سوم به اضافه 1 شده 6، یعنی 6 ضرب در 14 تقسیم بر 3 به اضافه 6 مساوی ای. اینو با این بزنم میشه 2، میشه 22. 8 به اضافه 6 مساوی ای نیروی محرکه ما هستش که میشه 34 تا. اینجور میشد حل کرد، یه جور دیگه میشد حل کرد. اگه دقت کنید اصلا نیاز به اون طرف من نداشتم. گوش کنید. اختلاف پتانسیل این 8، اختلاف پتانسیل این چند میشه؟ خب اینم جریانش 2 بود دیگه. اختلاف پتانسیل اینم یه ولت سنج بزنم اینجا چه 2 10 تا 20 تا. پس اختلاف پتانسیل این 20 و این 8 کلا انگار 28 هستش برای باتری. 28 تا با سمت چپش موازی دیگه. پس من میتونستم بگم 28 مساوی میشه با ای من های آی آر. آیش هم که فهمیده بودم 6، اینجور هم میشد حسابش کرد، ولی خب همون حالت اول فکر میکنم خیلی بهتر و خوشگلتر و منطقیتر و روتینتر باشه. سوال 175، سوال 176. سوال خوبیه اینم. سطح سوال قبلی هم متوسط بود. در شکل زیر اگه کلید کا بسته بشه، آمپرسنج آرمانی عدد 10 نشون میده. اگه کلید کا باز باشه توان خروجی مولد چقدر میشه؟ بچه کلید کا بسته بشه، چه اتفاقی میفته؟ این خارج میشه از مدار. آمپرسنج آرمانی میگه 10 نشون میده، این 10 باشه ببین چه اتفاقی میفته. ما الان میبینیم ای منهای آی آر باید مساوی 0 بشه، یعنی این مساوی باشه با آی آر وقتی که کلید بسته باشه، چون که اصلا مقاومتی وجود نداره. اختلاف پتانسیل یعنی وی میشه ای من های آی آر، ای من های آی آر هم میشه 0 چون که با دو سیم به هم وصل شده انگار. این میشه آی آر، آی ما چنده؟ 10. آر کوچیک چنده؟ 1. پس میشه این میشه 10. اما میگه اگه کلید باز باشه توان خروجی چنده؟ بیا بیا من فهمیدم 10 ولت. توان خروجی چند میشه؟ توان خروجی باتری یعنی ای آی من های آر آی دو. اینجوری میتونی حساب کنی، آیو حساب کنی بعد از این بریم. ولی یه کار دیگه بهتره. این چه کاریه؟ شما بیا آر آی دو خارجی رو حساب کن، چیزی که باتری میده با خارجی برابره دیگه. پس یه جریان باید حساب کنی. به هر حال جریان بخوام حساب کنم، آی مساوی میشه با ای که 10، آر خارجی 4، آر داخلی 1، 4 1 5 10 دوم میشه 2. پس من اگه بخوام حساب کنم آری که 4 2 به توان 2 4 میشه 16 وات. جواب من گزینه 4. اینم از سوال 176. 26 تا سوال حل کردیم تا اینجا. سوال 177. در مدار شکل زیر توان مصرفی دو تا مقاومت آر 1 و آر 2 یکسانه، نسبت توان مصرفی مقاومت آر 3 به توان مصرفی مقاومت آر 4 چجوریه؟ اینجا خیلی حرفه‌ای باشی سوالو جواب بدی. این که میگه نسبت توان مصرفی دو مقاومت آر 1 و آر 2 یکسانه به چه معناست؟ این آر 1ه، این آر 2ه، چه وضعی با هم دارن؟ اینا موازیان اگه دقت کنید این دو تا، یعنی وقتی که ولتاژ یکسان دارن پس آر یکسان هم دارن. اینم آر 4. میگه نسبت توان مصرفی آر 3 به توان مصرفی آر 4 کدام است؟ بچه‌ها من این آر 1 رو میبینم، خب با آر 4 موازیه، آر 4 هم با این آر 3 موازیه، این همه موازیان، همشون هم 4 اومن، این جریان همه یکسانه. بعد من یه کار خوشگل انجام میدم که تفاوتی تو ماجرا ایجاد نکنه واسه من. من میام این اینجوری بگم، اینو حذف میکنم این آر 1 رو، این 4 رو من اینجا نمیذارم چون شکلشو میخوام ساده کنم. چجوری چی کار کنم؟ اون جابجا کنم و میارم اینجا. فرقی میکنه به نظر شما؟ فرقی میکنه؟ نه. خب موازی بودنش هنوز حفظ شده دیگه با بقیه. این 4 میاد اینجا. اوکی. الان جریان همه اینا یکسانه. جریان این ایکس چون موازیان و یکسان مقاومت ها، جریان این ایکس، جریان اینم ایکس. یعنی کلا کل جریان ما 3 ایکس. اون 3 ایکس رو بین 6 و 3 اوم شما چجوری تقسیم میکنید؟ قطعا میای 2 ایکس شو به این میدید و ایکس شو
به این میرید. کل مدار 3x، 2x و 3x بین موازی های عکس مقاومت ها تقسیم میشه دیگه، به اون 3 2x میرسه. توان مصرفی R3، بچه R3 اینه، توانش میشه چی؟ میشه RI2ش، 4x به توان 2. به توان مصرفی R4، R4 کدومه؟ R4 اینه، RI2ش 3، 2x به توان 2 میشه 4x2. x2 ها با هم میرن، 4 هم با هم میرن، میشه 1 سوم جواب ما گزینه 2. اصلا بدون نوشتن خیلی سیاه سوال حل کردم، خودم حال کردم اصلا برای این سوال. 177 دیگه میرسیم اینجا 178، تایم میشه 1 ساعت. توی دو پارت سعی میکنم واسه تون آپلود کنم بچه ها، دیگه کفایت میکنه تا اینجا، حجم زیاد میشه. احتمالا توی تلگرام بخواید ببینید دانلود کنید سخته، اپارات هم آپلود کردنش واسه من سخت میشه، تعداد سوالات ریاضی زیادتره. 28 رو حل کردم، یه مغناطیس مونده یه دهم، ان شاءالله اونم واسه تون ضبط میکنم. فعلا خسته نباشید، موفق باشید. من یه تیکه میتونستم ضبط کنم، یک ساعت قبل یعنی تا سوال 25 اومدم، نه مشکل داره ضبط، یعنی دقیقاً دو برابر این تایم از من گرفته شده، ولی خب حجمش هم بالا میره و هم آپلودش سخت تو آپارات، هم دانلودش برای شما اگه بخواید دانلود کنید یا توی تلگرام ببینید. فعلا فکر میکنم این کفایت کن، ادامه‌ش هم به واسطون قرار خواهم داد. خسته نباشید.